با بهترین درودها بر شما بینندگان هماره همراه تلویزیون ایران فردا در جای جای جهان خاصه هم میهنان عزیز در مام میهن ایران زمین برنامه های خبری تحلیلی امشب را میگوشاییم با آخرین و تازه ترین اخبار تنظیمی از ایران منطقه و جهان همراه با کاوش و خانشی بر آخرین مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا همچون همه شب نخواست مروری بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب صدور فرمان علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی برای لغو تمام تحریم ها همزمان با امضای احتمالی توافق و در واقع ورود فاز تازه بحران در روند مذاکرات هسته افشای تازه ترین بی های مدیریتی در عهد احمدی نژاد با اعلام و تایید گم شدن دکل نفتی در دوران ریاست جمهوری این رئیس جمهور جنجالی و موج گرمای بیامان و مرگبار در کشور پاکستان اهم اخبار و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه سوم تیر که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم میهنان عزیز خواهد رسید همینک با مشروع تکمیلی چند رویداد کوتاه تعیین تازه ترین شرط علی خامنه برای مردان مذاکرات هسته بر صدر اخبار رسانه ها جای داشت. به گزارش وبسایت رهبری ایران آیت الله علی خامنه روز سهشنبه دوم تیر ماه در جمع مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی طی اظهاراتی می گفت لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ما این مسئله را مطلقا قبول نداریم آیت الله علی خامنه ای در ادامه اظهارات خود تأکید کرد تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره آمریکا و چه دولت آمریکا باید فورا هنگام امضای موافقت نام لغ و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود. ایشان با بیان اینکه اجراییات لغو تحریم ها نیز باید با اجراییات تعهدات ایران متناظر باشد می افزود. ما با مکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم آقای خامنه ای تأکید می کرد می آژانس باید اطمینان پیدا کند این چه حرف نامعقولی است چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند علی خامنه ای با اشاره به دیگر خط قرمزهای جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی می گفت ما برخلاف اصرار آمریکایی ها محدودیت های بلند مدت ده دوازده ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را نیز با آنها گفته ایم. ادامه مروری کوتاه بر خبرهای برگزیده و کوتاه امشب با تازه ترین رسوایی های عهد احمدی نژاد گم شدن دکل های نفتی پس از نفت دزدی ها در دوران محمود احمدی نژاد که یادآور ضربالمثل تاریخی ایرانی هاست که آش را با جاش دزدیدند و پس از سرقت نفت و فروش نفت این بار سخن از سکو و دک دکل های نفتی است که گم شده است در این میان وزیر نفت ایران روز سهشنبه دوم تیر گزارش ها درباره مفقود شدن یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته رو تایید کرد و می گفت که یک دکل نفتی به قیمت 87 میلیون دلار در سال 90 از یک شرکت ترکیه ای خریداری شده اما در نهایت به ایران تحویل نشد و اینک در یک کشور همسایه به کار گرفته شده است. گویا بر اساس قرارداد 20 درصد از بهای این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و 80 درصد باقی مانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه ای پرداخت می شد اما با وجود این طرف ایرانی تمامی بهای دکل را نزدیک به 100 میلیون دلار پرداخت کرده است ادامه با رویدادی دیگر از دنیای نورد قدرت در جناهای جمهوری اسلامی پس از سرریز شدن انواع اطلاعات و افشاگری ها از فسادهای سازمان یافته دولت احمدی نژاد این بار آیت الله لاریجانی رئیس قوه عدلیه یا قضائیه ی نظام فقها ها به انتقاد تند از محمود احمدی نژاد مدعی پاک دست در دولت تاریخ جمهوری اسلامی پرداخت صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را متهم کرد که با حرف هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت به دو رئیس قوه اتهام میزد. بنابر گزارش خبرگزاری ها و روزنامه های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس صادق لاریجانی که در یک گفتگوی تلویزیونی سخن میگفت اظهار داشت در یک دوره یک حرف هایی مبنی بر بگم بگم های راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رئیس قوه را متهم کرد که رهبر گفتند این حرفها هم غیر واقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود روز دوشنبه همزمان با اظهارات صادق آملی لاریجانی در مورد محمود احمدی نژاد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد که احمدی نژاد چندین مرتبه از سوی دستگاه قضایی به دادگاه احضار شد اما او در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید همینک برنامه را در بخش میانی با بررسی مطبوعات ایران ادامه می دهیم. در بخش نخست مروری بر مطبوعات امروز تهران نگاهی خواهیم داشت بر سر تیتر روزنامه ها و موضوعات اصلی منتشره در مطبوعات ایران تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه در خصوص مذاکرات هسته با دو خانش انتشاراتی در روزنامه ها باستاب گسترده یافت همچنین محمود احمدی نژاد گام به گام با اظهار نظرهای مسئولین مختلف اعم از پیشین و کنونی در هر سه قوه از جمله با تازه ترین اظهار موزه آمولی لاریجانی گویا به پاسخگویی احتمالی در سحن دادگاه نزدیک می شود. در این میان می و ورق می زنیم روزنامه ها را نخست اهم عناوین برگزیده برخی از روزنامه های پرشمارگان کشور. روزنامه اعتماد اظهارات مشروط خامنه ای را حمایت دوباره رهبر ایران از تیم هستهای توصیف کرد در سوی دیگر روزنامه اسرار نیز با عنوانی هسته یا راسته شد و از مخالفت دولت با طرح هستهای مجلس پرده می داشت همچنین گلایه های نوبخت سخنگوی دولت روحانی از خط و نشان کشیدن های مجلسیان عنوان اصلی اسرار بود و به نقل از نوبخت مینوشت که تعداد استیزاها نسبت به قبل بی سابقه است روزنامه کیهان روزنامه تحت امر رهبری ایران ضمن برجسته کردن تمجیل رهبری از مردان مذاکره اما تندترین تیتر ممکن را در راستای نارضایتی این فقیه برگزید و مینوشت هدف آمریکا شکن کردن صنعت هسته ایران است و یا در سوی دیگر روزنامه وطن امروز نزدیک به تنروهای حلقه مصباحیه به نقل از خامنه ای مشروط کرد که توافق خوب می خواهیم. در سوی دیگر روزنامه نیز به سایر مسائل سیاسی اجتماعی و نارسایی های موجود در ایران اشاراتی داشتند. روزنامه آفتاب یزد اما با انتشار گزارشی تحقیقی و تکان دهنده از سرنوشت شوم جوانان موفق ایرانی پردههایی تازه کنار میزد که گویا داستان قهرمان المپیک ایران برای تأمین معاش خود مجبور به ظرف در رستوران هایی در شهرستان قزوین شده است آفتاب یزد با درج تصویری از رامین صفویه برنده مدال طلای جدوی ایران در المپیک سال گذشته یعنی 2014 در نانجینگ به نقل از این قهرمان مقهور میهن مینوشت پس از کسب طلای المپیک به مسئولان فدراسیون اعلام کردم مبلغ اندکی بابت هزینه ایاب و زهابم برای حضور در اردوها و محل تمرینات همچنین پول تو جیبی به صورت ماهیانه به من بدهند تا بتوانم حداقل به تمریناتم ادامه بدهم اما مسئولان فدراسیون اعلام کردند هیچ پولی را نمیتوانیم به تو بدهیم و اگر میخواهی با همین وضعیت ادامه بده اگر هم نمیخواهی که به اردو نیا رامین صفویه که فدراسیون جهانی جدو پس از کسب طلایش در المپیک از او به عنوان چهره پرفروغ جدو جدوی دنیا در آینده نام برده بود اشاره می کرد که به خاطر مشکلات مالی و از آنجا که پدرم آشپز یک رستوران در شهر قزوین است و دیگر نمیتواند از من حمایت مالی کند که فقط به جدو بپردازم در رستورانی که پدرم کار میکند مشغول ظرفشویی هستم و ماهیانه 800 هزار تومان یعنی معادل کمتر از 300 دلار در ما درآمد دارم ورق میزنیم با روزنامه دیگر و موضوعی دیگر و اما روزنامه شرق که برگ تازه از پرونده قطور تخلفات انباشته محمود احمدی نجاد را ورق می زد. این بار پس از نفت دزدی و گم شدن دکلهای نفتی رئیس سازمان امور عراضی ایران از افشای زمین های دولت نهم نه و دهم ده پرده برداشت. شرق می نوشت، هر کجا سخن از تخلف به میان می آید یا باید منتظر ردپایی از بزرگان دولت نهم نه و دهم ده بود. این بار هم در پرونده زمینخواری نشانه های از تخلفات یکی از وزرای دولت دهم ده دیده می شود. قباد افشار رئیس سازمان امور عراضی درباره پرونده های تخلف پدیده شاندیز دستگاه ها و ادارات دولتی یکی از وزیران دولت دهم ده و یک چهره ورزشی در زمینه زمینخواری و تغییر غیرقانونی کاربری عراضی از جمله دور زدن قانون با کمک طرح هادی روستایی این گونه می گفت که سال گذشته حدود 15 هزار پرونده تغییر کاربری غیر مجاز در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که حدود 8 هزار هکتار را شامل می شد و از این میزان حدود 70 درصد یعنی 5 هزار هکتار تعیین تکلیف برای آنها حکم قضایی صادر شد. ادامه میده هم با روزنامه دیگر روزنامه آرمان با رویدادی رمزانی خبر از دستگیری 92 دختر و پسر به اتهام روزخاری میداد 92 دختر و پسر زمانی که گویا در کافی شاپ هتل شهریار در حال روزخاری بودند توسط پلیس شهر تبریز دستگیر شدند گفته می شود این کافی شاپ به دلیل باز بودن در ماه رمضان غذاها و نوشیدنی‌های خود به چندین برابر قیمت برای متقاضیان سرو می‌کرد. و اما روزنامه قانون مطلب اصلی شماره امروز را به رویداد انتخاب شدن احمدی نژاد در ده سال پیش در واقع در سوم تیر ماه اختصاص داده بود که البته نویسنده این مطلب احسان اقبال سعید از آن به عنوان ظهوری یاد می کرد که با سقوط تمام شد و به عنوان ظهور و سقوط سوم تیر ماه ضمن آنکه دوم خرداد 76 و, و انتخاب خاتمی را پاسخ به یک نیاز تاریخی در ایران میدانست که با اتمام جنگ هشت ساله و فرونشستن هیجان و شور ضروری مینمود اما در برآمدن شخصی به نام احمدی نژاد چندین عامل را از جمله کسرت کاندیده ها و تشتت در جناه رقیب یعنی کمپ اصلاح طلبان رو عامل مهمی میدانست که مثلا آقایان معین هاشمی رفسنجانی کروبی همزمان حضور داشتند و موجب ریزش آرا شد و از سوی دیگر حمایت افرادی چون حلقه مصباح یزدی که حالی از پندار معنوی رو در لایه های از اصولگرایان ایجاد کرد و که مجموعه این عوامل به زمه تحلیلگر روزنامه قانون منجر به برکشیده شدن شخصی به نام محمود احمدی نژاد شد ادامه میدهیم با روزنامه دیگر و اما احمدی نژاد چگونه احمدی نجات شد عنوان گزارش اصلی روزنامه شرق بود که باز هم به مناسبت سوم تیر ماه سال روزه به قدرت رسیدن احمدی نجات منتشر شد. این گزارش به ابعاد مختلف زندگی محمود احمدی نجات از جمله کودکی، دانشجویی و مسئولیت در عهد هاشمی نیز می پرداخت. یکی از نکته های ایام دانشجوییش در دانشگاه علم و صنعت در نشریه‌ای به نام جیغوداد کار می کرد. همچنین در ادامه این گزارش به نقل از مهدی طائب که در سرکوب شهروندان در جنبش سال 88 نیز بسیار خشن عمل کرده بود درباره چگونگی رئیس جمهور شدن احمدی نژاد از کمیته 16 نفره پرده بر می داشت. مهدی طائب درباره رئیس جمهور شدن احمدی نژاد از جمله اشاره می کرد که سال دوم رئیس جمهوری خاتمی جریان حزب الله به این فکر افتاد که اگر روند حاکم به همین ترتیب به جلو حرکت کند جریان خاتمی نظام را از بین خواهند برد بنابراین گفتند جریان حزب الله باید ورود پیدا کند تا در انتخابات پیروز شود بنابراین یک گروه هزار نفره از سراسر سر کشور جمع شدند و از میان آنها 300 نفر و از بین آنها گروه 16 نفره تشکیل و جلساتی نیز برگزار شد یکی از افراد آن گروه احمدی نژاد بود طائب می میگوید من پیشنهاد دادم ما همان تابلویی که خمینی بلند کرده بود و مردم آن را به فراموشی سپردند بلند کنیم و خمینی گفته بود که ما مقدم ساز ظهور امام زمان هستیم و این امروز فراموش شده است در آن نشست به زم آقای طائب تنها کسی که خیلی استقبال کرد احمدی نژاد بود و بالاخره این طرح قبول شد اما برای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایده میخواستند از محمد باقر قالیباف حمایت کنند در این راستا نیز طائب به نکات بسیار جالب و جزئیات پشت پرده اشاره می کرد از جمله می گوید در جلسه که داشتیم یک عده مخالف رئیس جمهور شدن احمدی نژاد بودند و با آمدن قالیباف موافق بودند یک عده قبول داشتند که احمدی نژاد رئیس جمهور شود ولی قالیباف باید بیاید که سپر بلای احمدی نژاد بشود تا موافقان هاشمی سراغ قالیباف بروند به او حمله کنند و در نتیجه احمدی نژاد بالا بیاید بنابراین قالیباف آمد و مطرح هم شد و دقیقا سپر بلای احمدی نژاد شد و احمدی نژاد رئیس جمهور شد آنها در روز سهشنبه سه روز مانده به دور اول انتخابات از احمدی نژاد حمایت کردند و خلبان خوشپوش خود را تنها دیده بود ورق میزنیم با روزنامه دیگر با خبری تابستانی از روزنامه امتیاز از موج جدید و مرگبار گرما در کراچی پاکستان همان گونه که در صفحه نخست این روزنامه میبینید موج گرما در کشور پاکستان همچنان کشته میگیرد مقامات بهداشت و درمان پاکستان اعلام کردند که موج گرما در کراچی طی سه روز گذشته به مرگ بیش از 700 نفر در این شهر جنوبی پاکستان انجام میده است. گزارشگر روی ترز اما در توصیف اوصاف بیمارستان های کراچی مینوشت که بیمارستان سل کراچی هم پر از بیماران است که گرما زده در حالی که تنها چند پنکه کهنه برای خنک کردن هوای بیمارستان وجود دارد بیمارستانی که راهروهایش پر از گربه است و از تهیه آب خنک برای بیمارانش عاجز مانده هوای کراچی در سه روز اخیر به 44 درجه سانتیگراد رسیده است ادامه می دهم ده با موضوعات برگزیده دیگر از جمله موضوعاتی که در ستونهای تحلیلی بسیاری از روزنامه ها به عنوان یادداشت روز و تحلیلی منتشر شد همانا موضوع طرح تصویب سیانت از حقوق ای بود که در میان مرگ بر آمریکا و تنخلقی های گروه های تنروی مخالف توافق ای به تصویب رسید و البته تا کنون دو مقام دولتی نسبت به تصویب این طرح ابراز نارضایتی کردند. روزنامه قانون در یادداشتی داشتی به عنوان مصارف داخلی طرح سیانت از حقوق ای به قلم داوود حشمتی روزنامه هشدار میداد که دولت باید مراقب پوست خربوزی باشد که این طرح میتواند در حوزه سیاست داخلی زیر پای دولت و خصوصا وزیر خارجه قرار می دهند. ادامه میدهم ده در وقت باقی مانده با روزنامه دیگر روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر شماره امروز خبری متفاوت منتشر کرده بود که دولت ترکیه به رضا زراب مفسد همکار بابک زنجانی جایزه صادرکننده برتر جواهرات ترکیه را اعطا کرد به گزارش روزنامه زمان ترکیه حضور اردوغان در مراسم اهدای جایزه به وی خشم مخالفان را برانگیخت رسانه های وابسته به احزاب جمهوری خلق و ملیگرا در این رابطه حضور رجب اردوغان در مراسم اهدای جایزه به رضا زراب را برجسته کرده و این حرکت او را زیر سوال بردند و بالاخره روزنامه ابرار با درج تصویری مقموم و آشفته از محمود احمدی نژاد دولت مرد جنجالی مورد تایید رهبری ایران البته به نقل از دادگستری تهران تیت میزد پرونده محمود احمدی نژاد در حال طی مراحل قانونی است و با این رویداد از روزنامه ابرار وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگروار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود